بازم سوال شکل تصویریه، یعنی اول میپرسه که نام اندام مقابل چیست، به نقش مهم آن در گوارش را بنویسید. خب تصویر بسیار زیبا به ما نشون میده که این روده بله بزرگ است. روده بزرگ همونجوری که میبینید سه قسمت داره، قسمت بالا رو، افقی و پایین رو. این قسمتی که الان اینجا میبینید من دارم اشاره میکنم بهش، قسمتیه که روده باریک به روده بزرگ متصل میشه. اولا به این قسمت میگن راست روده، خب تو کتاب نامگذاری نشته ولی میخوام بیشتر یاد بگیرید، عذر میخوام، به این قسمت میگن روده کور که توی کتاب نامگذاری نشده و من براتون گفتم. قسمت روده کور یه قسمتی هم به زائده میبینید اینجا بهش وصله به نام آپاندیس. بذارید من الان اصلا نامگذاری کنم اینها رو. خب یعنی الان اگه اینو براتون نامگذاری کنم بچه ها، این هست آپاندیس، این قسمت بهتون گفتم اسمش چیه، روده ی این رو یک بار دیگه پاک کنم. روده ی کور. چرا بهش میگن روده کور؟ برای اینکه اینجا بنبسته، بعد این حرکت میکنه، غذا میاد 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 و از این قسمت خارج میشه که به این قسمت میگن راست روده. که در واقع در انتها به مخرج وصل میشه و مدفوع خارج میشه. حالا نقشش رو همینجا گفتم دیگه، یعنی نقش اون در واقع اولین که بیاد اون مقدار اضافه آب و مواد معدنی رو که قراره از مدفوع خارج بشه رو جذب میکنه. گفتیم که قبل از خروج از بدن، قبل از خروج از بدن، دو تا از داره دیگه ببخشید. این نقشش خیلی مهمه و الان خب آماده کردن مدفوع برای خروج از بدن هم یه نقش دیگه است که دیگه تو این جون گفتم دیگه دوباره تکرار نکنم. پس مهمترین قسمتش همین جذب آب و مواد معدنی. اگه این مشکل در واقع این قسمت نباشه، مشکل بسیار زیادی برای ما پیش میاد.